چقدر هی بخونیم فلان چیز واجب خوب مستحب ثواب داره و انگار نشیم. من خودم عرض میکنم تجربه کردم. خیلی چیزا تو قرآن مکرر خوندم اما گاهی انگار اصلا به گوشم نخورده. هیچ تأثیری در عملم نداره. یا کرنه او فرض بکنم این مال دیگران است، مال من نیست. اینا رو گفتن که ای سلمان و ابوذری عمل کنند، ولی دیگران لزومی نداره. برای اونا نگفت، برای ماها نگفت. اینا همه ناشی میشه از این که اون مایه ایمانی که باید محرک ما باشه برای عمل اون ضعیف. یکی از دلایل ضعفش هم این است که ما برای استدلالاتش، برای اینکه یک ساختار فکری متقنی داشته باشیم، خیلی تلاش نکردیم. غالبا اعتقاداتمون همونست که تو مکتب خانه و تو خانه و تو کتاب‌های مدرسه و شرعیات و این حرف ها یاد گرفتیم. خیلی چیزی برای تقویت اونا اضافه نکردیم. اعتقادات تقلیدی است غالبا، شنیدنی هاست. و علی‌رغم اینکه ما برای مسائل جزئی زندگیمون چقدر فکر میکنیم، تلاش میکنیم، تحقیق میکنیم، برای یه خوردنی فلان چیزی چه خاصیتی داریم، چقدر کتابایی که برمی به خوراکی هاست مطالعه میکنیم چی خوردنش خوبه بندی بود، چقدر به برنامه های تلویزیون، رادیو، کتاب های دیگه استفاده میکنیم ببینیم فلان غذایی رو چجور باید خورد، چجور باید تهیه کرد، کدوم غذا بیشتر فایده داره، کدوم مفیدتره، یا برای امراض داروها. با اینکه اینا چندون نفع و ضرر تعیین کننده، ضرر کشنده یا نفع حیات بخشی نداره، نفعی هم داشته باشه اندکی، اما برای این مسائلی که اساس زندگی و حیات ما باش سر و کار داره، سعادت ابدی ما یا خدای نکرده بدبختی ابدی ما با اونا ارتباط پیدا میکنه، خیلی دل نمیسوزونیم، یه دستی میگیریم، ای باری مرد، بله درست، دنبالش بریم، زحمت بکشیم، تقویت کنیم، استدلال کنیم، جدی بگیریم. این که آدم در صدد این بر بیاد که یک نظام ارزشی را بپذیره، یعنی بنا بگذاره که بفهمه یه چیزای خوبه باید انجام داد و یه چیزای بد نباید انجام داد. اگه وقتی عمل انجام نمیده، مال اینه که مصداقش را تشخیص نداده، ولی بفهمه که واقعا این کار بده و خطرناک هست، آدم بنا داشته باشه، تصمیم داشته باشه که عمل کنه.